سلام خیلی خوش به این ویدیو خیلی ممنون که مثل همیشه در کنارمون هستید ویدیو رو تا انتها تماشا میکنید لایک میکنید و برامون کامنت میذارید موضوع ویدیوی امروز یکی از اون موضوعات خیلی داغ و جنجالی هست که این روزها همه بهش صحبت میکنن همه از هم دیگه میپرسن که اصلا میدونی ویژن برد یا تابلوی آرزوها چی هست؟ یا نه درستش کردی و اینکه به چند تا از عکس که روی تابلوی آرزوهات قرار دادی رسیدیم این ویدیو قرار یک دنباله باشه از ویدیوی قبلی ویدیوی اولی که چندی پیش درست کردم در یوتیوب قرار دادم و بهتون گفتم که اصلا چطوری این کار رو انجام بدید پس توی این ویدیو قراره با همدیگه بررسی بکنیم که چرا به خواسته هامون نمیرسیم به اون خواسته ها و به اون عکس هایی که روی ویژن بردمون قرار دادیم چرا تا الان نرسیدیم لینک ویدیوی اول رو این بالا قرار میدم اگر شما جز اون دسته از افرادی هستین که ویدیوی اولیه رو ندیدید ازتون میخوام که ببینیدش درست بکنید ویژن بوردتون رو و با دونستن نکات این ویدیو خیلی میتونید به خودتون کمک بکنید و مسیر رو برای خودتون آسان تر بکنید برای رسیدن به خواسته هاتون و برای رسیدن به اون اهدافی که روی ویژن بوردتون قرار دادید پس شروع بکنیم ویدیو رو اگر شما جز اون دسته از افرادی هستین که ویژن بوردتون رو درست کردید چه روی تخته گذاشتین عکسهایی که میخواین رو یا روی یک کاغذ قرارش دادین یا حتی روی صفحه گوشیتون به عنوان عکس پس زمینه قرار دادید یا هر از چنگاهی میرید بهش نگاه میکنید با انجام دادن همه این کارها چرا به خواسته هاتون نرسیدید چرا اهدافی که روی اون برگ قرار دادید یا روی پس زمینه گوشیتون قرار دادید هنوز در واقعیت لمسشون نکردید پس قراره با همدیگه این موضوع رو بررسی بکنیم یه سری دلایل خیلی خوب رو جمع آوری کردم که مطمئن هستم اگر ویدیو رو تا انتها ببینید حتما جواب سوالتون رو خواهید گرفت اینکه چرا شما تا الان به خواسته هایی که روی ویژن بوردتون قرار دادید به اهدافی که روی ویژن بوردتون قرار دادید نرسیدید میخوام ویدیو رو اینجوری شروع بکنم و بعد قرار بیشتر بازش بکنم و بیشتر بهتون توضیح بدم اینکه اگر ویژن بورد درست کردید و به خواستتون نرسیدید تنها دلیل نرسیدن به اهدافی که روی ویژن بورد قرار دادید خود شما هستید اگر عکس ها رو روی ویژن بورد قرار دادید روی تابلوی آرزوها قرار دادید و الان جایی که هستید با اون عکسه با اون هدفه با اون خواسته کاملا متفاوت هست دلیل این تفاوت و دلیل نرسیدن به خواسته هاتون خودتون هستید حالا قرار هستش که بیایم بازش بکنیم و توضیح بدیم که چرا یکی از بزرگترین دلایل در کنار خودتون مقصر بودن برای نرسیدن به خواسته هاتون این هستش که نمیدونید بعد چطوری از این ویژن برده یا تابلوی آرزوهاتون استفاده بکنید و میخوام بهتون بگم که افرادی که این ویژن برج رو درست میکنن نزدیک 60 تا 70 درصد این افراد کسانی هستن که به خواسته هاشون نمیرسن به خاطر دلایلی که قرار تو این ویدیو با هم دیگه بررسیشون بکنیم یه فلش بک بزنم یه توضیح کوتاهی بهتون بدم قدیم الایام افرادی که الان پنجاه، شهست سالشونه، هفتاد سالشونه در زندگی که داشتن در زمان گذشته خیلی باورها و اعتقادهای عمیق تری داشتن نسبت به ماها اگر که بیاین دین و فرهنگ رو در سالیان گذشته بررسی بکنید و با الان مقایسش بکنید میبینید که اعتقاد و باور به اصطلاح افراد قدیمی خیلی باور و اعتقاد قوی بوده و کاملا با اون چیزی که الان ما بهش باور داریم اعتقاد داریم و تو زندگیمون داریم ازش استفاده میکنیم مقایرت داره این افراد افرادی بودن افراد قدیمی که خیلی باورهای قوی داشتن اعتقاد قوی داشتن ولی الان در زندگی ما اتفاقی که میفته این هستش که به قدری باور و اعتقادمون حالا به هر چیزی کم و کم رنگ هست که تنها چیزی رو باور میکنیم که به چشممون میبینیم اگر من این لیوان رو با چشمم میبینم میتونم با دستم لمسش بکنم پس میتونم احساس بکنم که دارمش اگر نتونم لمسش بکنم نتونم احساسش بکنم تمام لذت باور و اعتقاد اینکه یک روزی قرار صاحب همچین لیوان رو بش... لیوانی رو بشم در واقع از خودم میگیرم به خاطر اینکه انقدر شک و تردید زیادی دارم که حتی حاضر نیستم به این فکر بکنم که ممکنه یک روزی من صاحب همچین چیزی بشم پس طرز فکر ما و تغییر در فرهنگ و باورها یکی از دلایلی هستش که اعتقاد و باورمون نسبت به خیلی چیزها تغییر پیدا کرده حالا میخوام بهتون بگم که زندگی خیلی تغییر کرده نسبت به قبلا باورهامون چیزهایی که قبلا بهش اعتقاد داشتیم و الان بهشون اعتقاد داریم اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن اتفاقی که افتاده این هستش که بزرگترین دلیل میتونم بگم بهترین دلیل در واقع، اینکه ویژن بوردتون براتون کار نمیکنه این هستش که شما باور ندارید که اون چیزهایی که روی اون برگه روی اون تخته یا روی صفحه گوشیتون قرار دادید روزی برای شما اتفاق میفته شما چند تا عکس رو چسبوندین یه جا یا میگم روی صفحه گوشیتون قرار دادید ولی در عمق وجودتون واقعا باور ندارید که قرار همچین چیزی اتفاق بیفته اگر یه تصویر خیلی خوشگل از یک خونه ایدهالتون گذاشتید از ماشین ایدالتون گذاشتید از محل کار ایدالتون گذاشتید انقدر بهش بی اعتقاد هستید و انقدر باورش ندارید که ذهنتون نمیتونه بپذیره که اون چیزی که اونجا قرار دادین قرار یک روزی جزی از زندگی شما باشه انقدر بیگانه هستید باهاش که ذهن شما نمیتونه این رو قبول بکنه که الان با شرایطی که داری قرار فردای روز به همچین شرایطی برسی پس این یکی از بزرگترین دلایل و بزرگترین اشتباهات افرادی هست که نمیتونن به چیزهایی که میخوان به اون اهدافی که روی ویژن برده قرار دادن برسن اینکه شما باور ندارید در عمق وجودتون قبول نکردید و نپذیرفتید که همچون چیزی که اونجا قرار دادید قرار یک روزی جزی از زندگی شما باشه پس این یکی از دلایل خیلی مهمش هست و دلیل بعدی دلیل بعدی این هستش که شما میاین چند روز اول این کار رو به درستی انجام میدید قرار هست ویژن بوردی که درست میکنید رو هر روز بهش نگاه بکنید هر روز تصویر سازی بکنید با عکس هاش هر روز لذت ببرید از اینکه در همچین جایی قرار دارید در همچین خونه قرار دارید کنار همچین افرادی هستید زندگیتون به این شیوه به این شکل تغییر کرده پس میاین چند روز اول نگاهش میکنید باش تصویر سازی میکنید ازش لذت میبرید و بعد یادتون میره که همچین چیزی وجود داشته و بعد از اون میشه هفته یک بار نگاه کردن بهش دو هفته یک بار نگاه کردن بهش و بعد به طور کلی فراموشش میکنید فراموش میکنید که این باید یک سبک زندگی بشه باید یک برنامه روتینی باشه توی زندگی هر روزتون که بیاین یک مقدار ساعتی رو زمانی رو برای لذت بردن از زندگی آیندهتون خرج بکنید بهش نگاه بکنید تصویرسازی بکنید ازش لذت ببرید پس میاین چیکار میکنید میاین فراموشش میکنید و وقتی فراموشش میکنید مسلما این عکس این اهداف براتون کم تر و کم تر میشه و بعد از نمیدونم یک چند وقتی وقتی بهش نگاه میکنید احساس میکنید که چقدر اصلا فاصله گرفتید با اون چیزی که در واقع میخواستید یک زمانی بهش برسید پس این یکی از دلایل خیلی مهم هست دلیل بعدی اینکه شما نمیتونید افکار منفیتون رو کنترل بکنید این یکی از دلایل خیلی بزرگی هست که افراد در جا میزنن در زندگیشون و از اهدافشون دور میشن اینکه ذهن شما میاد شما رو کنترل میکنه ذهنتون بهتون میگه جایی که الان هستی با چیزی که میخوای فاصله خیلی زیادی داره این دو کفه ترازو با هم دیگه مقایرت دارن و قرار نیست هیچ وقت برابر بشن انقدر افکار منفیتون قوی هست که شما نمیتونید باور بکنید اون چیزی که دارید روی اون تابلوی آرزوهاتون میبینید به جای اینکه شما ذهنتون رو کنترل بکنید ذهن شما میاد شما رو کنترل میکنه و این در واقع همون مثالی هست که توی یکی از ویدیوها براتون زدم تصور بکنید شما توی یک ماشین نشستید و به جای اینکه شما به ماشین بگید که کجا قراره برید شما مقصد رو تعیین بکنید ماشین براتون مقصد رو تعیین بکنه دقیقا همین شیوه است کار کردن افکار منفی در زندگی شما به جای اینکه شما کنترلشون بکنید شما ذهنتون رو کنترل بکنید ذهنتون میاد شما رو کنترل میکنه و این یکی از دلایلی هستش که ویژن بوردتون یا تابلوی آرزوهاتون براتون کار نمیکنه یه دلیل دیگه جز اون دلایلی هستش که افرادی که برای مثال والدین خیلی با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن اینکه شما احساس گناه می کنید اگر که میایین یک تابلوی آرزوهایی برای خودتون درست میکنید یه سری هدف برای خودتون قرار میدید احساس گناه دارید از رسیدن به این چیزهای خوب و اینکه خونوادهتون اطرافیانتون یا حتی فرزندتون به این چیزها قرار نرسه یعنی شما فکر می کنید که اگر همچین عکسی رو این رو قرار بدم فقط برای خودم همچین چیزی رو خواستم پس هر دفعه که به این تابلو نگاه میکنم به این اکسا نگاه میکنم احساس میکنم این موفقیت این زندگی بهتره قرار من رو از خونوادم از اطرافیانم از افرادی که دوستشون دارم دور بکنه به خاطر اینکه قرار من به صورت فردی این رو تجربه بکنم و اون افراد نه و این یکی از مشکلات خیلی بزرگ است به خاطر اینکه شما هدف اصلی که پشت این کار هست رو متوجه نشدید وقتی که میاین ویژن بورد درست میکنید وقتی تابلوی آرزوهاتون رو درست میکنید کاری که میکنید این هستش که خودتون رو به فرد بهتری تبدیل میکنید اگر مادر هستید و همچین چیزی رو دارین درست میکنید شما به مادر بهتری برای فرزندتون تبدیل میشید هرچقدر که شما بالاتر برید فرزندتون رو هم میتونید بالاتر بکشید پس در واقع یک زندگی بهتری رو میتونید درست بکنید برای افرادی که در اطرافتون قرار دارن برای همسرتون، برای فرزندانتون و برای خونوادتون پس این در واقع یکی از مشکلات خیلی بزرگی هستش که افراد باش دست و پنجه نرم میکنن اینکه فکر میکنن اگر من چیزی رو برای خودم میخوام این خودخواهی هست که برای خودم خوب بخوام به افراد دیگه که در خونه وادم هستن در رنج باقی بمونن پس میخوام بهتون بگم اینطوری نیست وقتی شما بهترین ها رو میخواین برای خودتون مسلما به همون میزان میتونید اطرافیان و خونوادهتون رو بالا ببرید و بالا بکشید نکته آخر چیزی که خیلی مهم هست بارها بهش کردم ویژن بورد شما یک تصویر کوتاهی از آیندهتون هست ازتون میخوام که بهش افتخار بکنید ازتون میخوام نرید توی گوشه از کمد قایمش بکنید ازتون میخوام مثل یک عکس خیلی خوشگل بزنید رو دیوار یا بزنید روی پس زمینه گوشیتون خیلیاتون برام نوشتین که روتون نمیشه توی جایی بذارید که افراد دیگه ببینن این زندگی شماست این آینده شماست خونه ای که روش گذاشتید همون خونه هستش که قراره درش زندگی بکنید ماشینی که عکسش رو قرار دادید روی ویژن بوردتون همون ماشینی هستش که قراره باهاش رانندگی بکنید محل کارتون نوع زندگیتون درآمدتون هر اون چیزی که روش گذاشتید چیزهایی هستن که در آینده خیلی نزدیک بهشون میرسید پس میخوام که بهش افتخار بکنید دوستش داشته باشید و سعی نکنید که قایمش بکنید و اینکه پنج دقیقه وقتی که کسی نگاهتون نمیکنه برید ببینیدش بذارید روی بکراند گوشیتون بذارید روی تصویر پس زمینه گوشیتون هر روز بهش نگاه بکنید چند دقیقه وقت صرفش بکنید تصویر سازی بکنید باش و ازش لذت ببرید و مطمئن هستم که اگر این کارها رو به درستی انجام بدید اگر این مراحل رو به درستی انجام بدید وقت صرفش بکنید و بعد رهاش بکنید یعنی اینکه همچین چیزی توی زندگیتون اتفاق افتاده داریدش بهش افتخار میکنید این نحوه زندگی و سبک زندگیتون هست مطمئن باشید که در آینده خیلی خیلی نزدیک تمام چیزهایی که روی ویژن بوردتون قرار دادید رو لمس خواهید کرد مرسی که ویدیو رو تا انتها دیدید برام بنویسید از ویژن بورد هاتون و دوستتون دارم و خداحافظ